پروان جمله ولایت مرکزی در 70 کیلومتری شمال کابل از ولایت نسبتاً آرام افغانستان به شمار می رود. در این اواخر موسی همکاری برای صلح همبستگی کپاو کنفرانس را تحت عنوان جلوگیری از افراطیت و افراطگرایی برگزار کرد. در این کنفرانس که تعداد زیاد خانم ها مقامات دولتی و فعالین مدنی شرکت ورزیده بودند، آغاز کنفرانس با آیات چند از قرآن کریم گردید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی پروان بصیر سالنگی در صحبت‌های خود گفت که به سبب افراطیت در اکثر کشورهای جهان مشکلات زیادی دامنگیری مسلمان هاست. او گفت چند نفر اباش به نام دفاع از قرآن فرخنده را سوختاندند، چندان طالب به نام اسلام مردم را میکشند، افراطیت را ترویج میکنند و نامش را اسلام میگذارند، در حالی که اسلام دین محبت، صمیمیت، برادری و برابری است. تا مسلمان ها در کشورهای دیگه که هستند از افراطیتی که صورت گرفته است اونا در اوج تهدید هستند. در سوریه، در یمن، در عراق و در مصر و در کشورهای دیگه که امروز مشکلات ها هست، جنگ با منافقین، با مشتکین جنگ صورت نگرفت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای همه لشکر خود گفت که در جنگ شما زنها، دخترها، پیرمردها، حتی دکاندار، کسبکار، گفت او در امان است. خانم فرخنده شهید اگر ملامت هم می بود حق آتش زدن کس نداشت و حق در صحرا کدام حکم محکمه نبود، این رقم کار کس نمی کرد. این نشان می ده چی؟ جهالت، از بیسوادی، از نادانی، از جهل. او عملی را که انجام دادن در شاید شمشیر ولی، او یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی بود. در اوجا چی اسناد بود؟ در اوجا بجز در دنیا نشان دادن که افغانستان یک جای وحشت، افغانستان یک وطنی که باید مردم مردم بخوره و مردم مردم بکشه و بزنه چی رو پاره کنه. چند نفر اوباش، لوچک، لوبالی، مردمی که نه قرآن خوانده است، نه میفهمه و نه احترام داره، مردم کوچه بازاری میره به نام از اینکه ما از قرآن حمایت میکنیم و ما را بدنام ساختند در وطن. این همین کم طالب ها، گروه طالب ها امروز هر کسی را گیر میکنن میکشن. 30 نفر هزار جرمش چی هست؟ در موتر هست پرسان میکنه کیسی هزار هست. یک بار دیگه نشان میده که ما بعد یک نفاق قومی را دامن بزنیم. در کنفرانس جلوگیری از افراطیت و افراطگرایی، رئیس علمای ولایت پروان مولوی عبدالرحیم حنیفی گفت دین اسلام دین اوسط است که در آن افراط و تفرید مردود شمرده شده است. خداوند متعال خودش معرفی کرده که ما دینت بر شما دین وسط انتخاب کردیم، نه در دین افراط است نه تفرید است. افراط و تفرید در همه ابعاد از دیدگاه دین ما به صورت کل مردود است، قابل تایید نیست. در ابعاد عبادی جناب والی صاحبم صحبت کرد، من نمیخوام که فقط کمی تو چیز بکنم. یک صحابی آمد حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله گفت که من میخوام شب تا صبح مکمل عبادت بکنم و روزه را به صورت کل روزه داشته باشم. پیامبر صلی الله علیه و آله منش کرد، گفت نه، این کار نکو. گفت من میخوام که در هر ما در هر روز چیز هفته یک روزه خیر بخورم، دیگه روزه بگیرم. گفت تو نکو. خلاصه به او گفت که در یک ماه 3 روزه روزه بگی. او گفت نه، اضافه توان و طاقت دارم. گفت نه، از او کمترش. خلاصه به حدی رسید که گفت آخری گپ همی که خیسه ام داود بگی یک روزه بگی یک روزه بخو، دیگه دامدار روزه نداشته باشی. چشم سرت حق داره، گوش سرت حق داره، میمان سرت حق داره، جسدت سرت حق داره، دامدار تو روزه گرفتن نمیتونی. کل شبه نخی، یک سلس شبه بخی. گفت من زیاد طاقت دارم. خلاصه به او گفت که آخری گپ همی که نصف شبه بخواد، نصف شبه دیگه خواب بکو، که چشم سرت حق داره، جسرت سرت حق داره. عبادت نقض داشت که پیامبر مثلا بسیار زیاد عبادت بکنن. در بعد در باد مالی الله جل جلاله مهربانی میکنه که شما نه بسیار مصرف بکنه که با صبح فقیر شوی،
نه بسیار دست پد داشته باشه که چه مصرف صدقه نداشته باشه، صدقه بکنه به حد کمتر. غلام بهادین جهلانی رئیس شورای ولایتی پروان در صحبت‌های خود از موسسه همکاری برای صلح همبستگی کپاو ابراز تشکری نموده و برگزاری چنین کنفرانس‌های علمی را در شرایط کنونی یکی از ضرورت‌های مهم جامعه شمرد. جا دارد که از نهاد محترم اظهار سپاس و امتنان بکنم که برنامه خیلی مهم و اساسی را که در شرایط امروزی ایجاب همچون برنامه ها و همچنان وسط دادن برنامه های ایجاب میکنه در شرایط فعلی اینا براه انداختن که روی عنصر بسیار مهم، عنصری که تمام ارزش ها را در یک جامعه انسانی در جامعه اجتماعی به تحدید گرفته و تحدید میکنه که کلمه افراطیت و یا افرادگرایی است. اما فوکس ما و شما روی این موضوع هست. همه عناصر بسیار شومی که توریسم است، مواد مخدر است، تعبیز است، خشونت است، همه این عناصر متاسفانه در کشور ما بیداد میکنند. با وجود از این کشوری که با قربانی دادن میلیون های انسان امروز ما نمادی از دموکراسی، از استقلالیت و نمادی از همپذیری را آوردیم و آورده شده، متاسفانه پدیده شوم یا عنصر بسیار شومی که افراطیت که یک محور آمده که از این ریشه یابی شده که تمام ابعاد دیگر که بر شما گفتم عناصر دیگر از این کلمه افراطیت است که امروز متاسفانه اجتماع ما و شما را جدا تهدید میکنه و صدمه بسیار مهلک و کشنده برای پیکر ما، برای پیکر انسانیت، برای پیکر اسلامیت، برای پیکر جامعه افغانی این صدمه وارد کرده. مولوی عبدالواسی صاپی رئیس حج اوقاف پروان گفت ما همیشه کوشش میکنیم که از کشور و جامعه ما ظلم و افراطیت دور شود و جامعه ما اسلامی گردد. من دیر کوشش نکو، دیر حل زلی کو چه دغا افراطیت و ظلم استبداد داشیان دز من د ملک نه د دی دنیا نه لریشی او د دنیا کې یو اسلامی نظام راشی او په اسلامی نظام کې منګه خپل ژوند وکړو. او الله تعالی وای چې مسلمانا ته په اسلام کې مکمل داخل شه، مکمل په اسلام کې داخل شه. کله چې منګه په اسلام کې مکمل داخل شلو ان شاء الله چې دا پجای باز منګ ناصر نه وای او زمنګ نه بنه صادریږي. نن مشکل دا ده چې موږ په اسلام کې مکمل داخل شوی نه یو. موږ کوم احکام چې د قرآن پاک او د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په هغو احکامو باندې مکمل ایمان نه لرو. که موږ مکمل ایمان ولرو انشاءالله چې دا رقم باندې فجایع وجود ته نه راځي. در اکثر کشورهای جهان خانمها از سبب افرادگرایی قربانی زیادی را متحمل می شوند. نادرک یا رئیس امور زنان پروان می گوید با وجودی که دین مقدس اسلام برای از بین بردن افراطیت نازل گرده، امروز هم زنان از خانواده ها تا اجتماع در گرفتن حق تا میراث، حق تعلیم و تحصیل، انتخاب همسر و دیگر موارد با مشکلات زیادی افراطی روبرو هستند. اصلا روزی که نور بر مقابل ظلمت تابید، او روز ظهور دین اسلام عزیز بود. روزی که ما نجات یافتیم از کشته شدن، از زنده به گور شدن و وجود زن منحیص بشر شناخته شد، او روز روز ظهور دین مقدس اسلام بود که زن منحیص بشر شناخت. زنان به مشکلات زیادی روبرو هستند، با مشکلات افراطیت از خانواده شروع تا اجتماع تا برنامه اقتصادی خانواده تا گرفتن میراث و ملکیت تا حقوق تعلیم و تحصیل، حقوق انتخاب همسر و تمام این حقوقات که پیشتر والی صاحب اشارات بسیار عام فهم برای کل ما شما داشت که وقتی که ما یک مرد بسیار افراطی است در خانواده، متاسفانه که برخی دیگری هم به او یک خطاب بسیار خوب داره مثل کاکه، و این کاکه خانواده که چقدر حقوق یک زن پایمال کرده و چقدر از اسلام دوری میکنه، میراث نمیده به خواهرش، حق نمیده به همسرش، حق نمیده به دخترش که تعلیم و تحصیل خودم مثل بچهش به پایان برسانه، اینا رو باز تلقی میکنن و سوق میتن به کاکگی. بدبختانه متاسفانه یگانه کمی که ما در وجود خود داریم و نمیتونیم از خود دفاع بکنیم که پیشتر مولوی صاحب گفت ما نتونستیم که دین خودم مکمل کل ما یاد بگیریم. محمد عمر رئیس عدلی ولایت پروان در صحبت‌های خود گفت چی نوا میشود که از افراطیت و افراطگرایی جلوگیری شود. دین مقدس اسلام دین است که دین میانه رو، اعتدال و دین پسندیده ای که
از بدو ظهور تا امروز توانسته است که انسان را به مدارج عالی انسانیت برسانه و از جهل و نادانی و خرافاتی که انسان را متضرر می سازه و او از او جلوگیری کنه. ولی متاسفانه بعضی از افراد، انسانها و اشخاصی که از نام اسلام سوء استفاده کردن و می کنن به نام این که آنها مدافع اسلام هستند، در حقیقت خدشه و ضربه بسیار محکمی را بالای پیکر اسلام وارد می کنن که دین مقدس اسلام را، امت اسلامی را امروز همه به این وادار ساختن که هیچ کسی نمیتونه که از این دین به صورت درست و واقعیش دفاع بکنه. در روز دوم کنفرانس یک بار دیگر عبدالرحیم حنیفی رئیس شورای علمای پروان صحبت کرده و در رابطه با افرادگرایی و افراطیت معلومات داد. اول از خانه خود آغاز بکنیم. ما بسیار افرادگری های دمان بین خانه خود داریم. بسیار رئیس های فامیل هستند که بسیار افرادگری میکنند دمان بین خانه خود. چه مو رئیس فامیل از طبقه ذکور باشه، چه از طبقه اوناس باشه، هر دو شدی. موضوع هم کلمه هم که در سوری عصر این الانسان گفت، کلمه انسان هم شامله. برادراس هم شامل، خواهراس، زن و مرد شامل است. یا اوش باشه اوش باشه افرادگرایی داره. یک وقتی مؤمنن در اصل یک نظام، یک تعداد شاید دوستایی داشته باشه، فضل خدا و بسیار خوب هستن، به این کسایی که در اینجا تشریف دارن، مجا من بزرگای ما نخوره، شاید ما یک تعداد کسایی را داشته باشیم که در یک رأس قرار میگیره بسیار افرادگرایی و ظلم استبداد می داشته باشه. به یک گپ اندک شاید بسیار مردم خفه بسازه و بر علیه از او اقدام بکنه و بسیار کارهای را انجام بده که فرداش بسیار پشیمان هم شود. و وقتی که می رقم است، ما به صورت کل ما اقدام بکنیم که افرادگرایی را از خانه، از جایی که ما سکونت میکنیم، از قریه و دیهات خود کم کم ما در محو از اقدام بکنیم. وقتی که ما در صفحه خود این را محو کردیم و در جان خودی برنامه را تطبیق کردیم که ما هر اندازه افرادگرایی که داشتیم آل از خود را دور ساختیم، ما در یک در امو دین وسط که اسلام را به ما معرفی کرده در وسط قرار گرفتیم، نوس و تفرید کردیم، نوس افراد کردیم، راز موفقیت خدا یافتیم و ضمناً توصیه کردیم دیگر آره. به کنفرانس جلوگیری از افرادیت و افرادگرایی خانمی از کشور سودان دعوت شده بود. او در صحبتهای خود در رابطه به افرادگرایی مذهبی اشاره نموده گفت: تطرف دینی بدایتاً افرادگرایی مذهبی چی هست؟ مگر ما همگی به همی عقیده هستیم، تمام علما با هم اتفاق دارن که دین مقدس اسلام غلو، افرادگرایی، تجاوز، از حد گذری را چی از نگاه گفتار باشه، چی از نگاه افعال و کردار باشه و چی از نگاه عقیده باشه منع قرار داده است. و جعلناکم امتا وسطا، در قرآن کریم میگه ما شما را امت وسط انتخاب کردیم. به همین اساس به خاطر بیان کردنی آنچه که در ضمیر یک انسان متجاوز هست متوسل به خشونت می شود و بالاخره چه میکنه؟ از حد خود تجاوز میکنه. این است تجاوزی. چرا در قرآن کریم به صراحت میگه که یا اهل کتاب، اهل کتاب یهود و نصاراست، به اونا خطاب میکنه لا تغلو فی دینکم، شما در مسائل دینی افرادگرایی نکنین، غلو نکنین، از حد تجاوز نکنین. شما ایران میفهمید که دین یهودی دین افراطیت بود، دین بسیار سختگیرانه بود. یک کسی که گناه میکرد توبهش قتل نفسش بود، یک کسی که به لباسش نجاست میرسید پاک کردنش قطع کردن لباس و یک تیکه جدید به او چه میکرد؟ دوباره پیوند زدن بود. و یک بجوز مسجدشان در دیگه جا نمازشان قبول نمیشد. این بسیار سختگیرانه بود. برعکس از او دین نصارا دین افچه تفرید بود، بی پروا بود و فقط مجرد بود که یک عیسی چطور شده و مثلا قرآن چطور شده، با قرآن به یک پا حتی ما اونا ایمان هم نداشتن. یعنی ما یک اضافه گویی کردم نظر از گفته از همشیرتان. ولا تقولوا علی الله الا الحق، شما با خداوند به جز حق چیز دیگر را نگین. هر آنچه که خداوند پیغمبرش امر کرده اونمو را برای مردم بگین، از اون نه کم بگین و نه زیاد بگین. اگر از این کم و زیاد گفتین پس شما از دایره اعتدال بیرون میشین.
ومنهم من يطلق على من يعطي لحيته ويرفع إزاره بأن وبعض از مردم های دیگه هستن کسای ریش میگذارن ریشاشون میگذارن یا ای که مثلا پاچه خود بالا میکنه وقتی مردم طرف یزم میگه یه افرادگرا هست یعنی افرادگرا معنایش از حالت عادیش بیرون بشه و هر کسی یک جنبه اصلاحی را بگیره جانب مقابلی از اینکه بدعتکارا باشه یا موحدین ملحدین باشه یا سکولارا باشه میگه این افرادگرا هست متهم به افرادگرایی میکنه ومنهم من يطلق على من يحرم سماع الموسيقى انهم بعض الكسوي دیگه اگر او موسیقی گوش میگیره اگر برایش بگه برادر از این بچه از یک تو قرآن گوش میگیره چه مگه تو چه هستی افرادگرا هستی این هم متهم به افرادگرایی میکنه ومنهم من يطلق على من يحذر التعامل بالربا انهم متضرر کسانی هم هستن که در بانک های ربایی کار میکنن یا سود میخورن برای از اینا بودیم که از خدا بترس این بانک های ربایی تا بسته بکن این سودخوری نکن چرا در کشوری که سودخوری بود اون کشور از بین میره در هر جایی که سود داخل شد عدالت از بین میره پس او آدم به جایی که نصیحت از را قبول کنه میره تو افرادگرا هست و منهم من یطلق على الفتاة التي تلتزم بالحجاب انها بعضی کسانی هستم همشیراوی نازنین ما لباس حجاب های بسیار اسلامی دارن بسیار منظم دارن مثل فرخونده شهید باشه وقتی که او در بین مردم دعوت میکنه میگه یا همشیره عزیز من یا خواهر عزیز من تو این زینت تو برای شوهرت بکن اما خود لباس جامعه اسلامی رو پشت فورا متهم بکنه که این خواهر چسته این متطرف است این افرادگرا است و این وهابی است اگه نام دیگه سرش میکنه ومنهم من يطبق على الشخص المتمسك بعضی کسای دیگه ای هستن یک نفر رو که تو تعویز ندی تو مار ندی فالبینی نکو کفش ناسی نکو فورا نیره متهم میکنه که باید یه آدم چست افرادگر هستن ما را از این چیزا من هم میکنه این هم یک نفر افرادگر هایی مفهوم التطرف الدینی فی شرع این که مفهوم افرادگرای دینی از شریعت ما خلاصش میگم مگر این اصطلاح در تمام جوامع بشری رواج دارد و هر کس نظر به مو رغبتش برداشتش مکتبی که در اون تربیت شده مدرسه ای که در اون تربیت شده و به اساس کسی که تندرو است کسی که میانه رو است کسی که بسیار بی‌پروا است و هر کس نظر به مو برداشت خودی را تعبیر میکند نظر به مو اصول و به مو فکری خود را تعبیر میکند به اساس امی افرادگرایی از یک کشور به کشور دیگر فرق میکنه از یک منطقه منطقه دیگر فرق میکنه از یک محیط به محیط دیگر فرق میکنه به این اساس ما تطرف یا امی افرادگرایی را در وطن خود نظر به امو تقالید عارف خود یا به اصول مبادی دینی خود میتونیم که ما تعریف کنیم موسی همکاری برای صلح همبستگی کپاو در این اواخر در تعداد زیادی ولایت چنین کنفرانس ها را برگزار کرده و در نظر است که تدویر این نوع کنفرانس های علمی در تمام ولایت افغانستان برگزار گردد که استقبال گرم اشتراک کنندگان را به خود داشته است.